اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نیروهایی که اعزام شدن از نیروهای تربیت معلم فردوس هستن که منم در خدمت ایشونم به عنوان مسئول گورهان و خوشوقتیم که در همچنین جمع دارای یک ریشه علمی و احیانا امیدهای آینده نسل انقلاب هستن هستیم و تشکر و قدردانی میشه از کسانی که این تصمیم رو گرفتن مبنی بر این که تربیت معلم به جبهه اعزام بشه و یک حالت عمومیتی بدن به جبهه ها که تا به حال این کار صورت نگرفته بود. اگر از جامعه دانشگاهی کسی اعزام میشد معمولا به صورت انفرادی بود و بعدم برمیگشت برای ادامه تحصیلش دوچار یک سری مشکلات میشد. اما حالا که خوشبختانه این تربیت معلم این اقدام سرتاسر کشور کرده، خصوصا تربیت معلم فردوس که اکثریت قریب اتفاق نیروهاشو برداشته و در جبهه الان ازشون استفاده میشه و همراه برادران مربیشون، اولیاشون و اینها خوب باعث افتخاریست. حضور این برادران در جبهه چه تأثیری داره؟ خب همونطور که برادران در سنگرهای دانشگاهشون یا اون تربیت معلمشون یک سری دروس علمی رو فرا میگیرن، خب لازم است چون میخوان این نیروها بعداً معلمی بشن در یک جامعه‌ای که درش انقلاب صورت گرفته، جنگ بوده و جنگ هست و این نیرو اگر خودش لمس نکنه مسئله جنگ رو نهایتاً نمیتونه اون حالت ایثار و فداکاری رزمنده ها رو حس بکنه و احیانا خودشو رزمنده به قدم بده. چون معلم ما علاوه بر این که در بعد تعلیم و تربیت علمی کار میکنن، باید نهایتا سازنده جبهه های ما باشن و نهایتا دانش آموزان را یک بسیجی، یک رزمنده، یک حزب اللهی بسازن و زمانی این برادران موفقن که خودشون یک رزمنده باشن که انشالله هستن و بعدن در کنار مسائل علمی دیگر یک سری مسائل معنوی این برادران تو جبه ها درک میکنن که این خودش خیلی مؤثره در رابطه با درونشون و در رابطه با کوبیدن هوای نفس و هوای شیطانی و بیشتر در خدمت جامعه بودن و به خصوص در خدمت تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بودن. آیا این تعداد از برادرانی که از تربیت معلم شهید مفت فردوس اعزام شدند در مناطق جنگی مورد استفاده کارهای رزمی قرار میگیرند یا در قسمت‌های دیگر مشغول هستند؟ خوشبختانه این گروهان که تحویل گردان کوثر شده معمولا تو کار رزمی رو کار میگیرسته میشه، چون اگر احیانا این نیروها فقط خواسته باشه از بعد مدرکشون و تحصیلشون استفاده بشه، احتمال داره اینها اون خطهای جلو و اون ایستارگری ها نبینن و شکل یک جبهه کامل نداشته باشه. از این برادران انشاءالله در جای حساس استفاده میشه و بعد ما انشاءالله میتونیم هم از توان رزمی اینا استفاده کنیم و احیانا اگه موقعیت مناسب باشه از بعد علمی اینها هم در رابطه با تشکیل کلاس هایی که در سطوح مختلف هم از سواد آموزی و دوره ابتدایی و راهنمایی هر کدوم یه معلم بشن داخل یه سنگر انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.